مهسا امینی، دختر جوانی که در روز 13 سپتامبر در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جانش را از دست داد، همچنان چهره اول در تحولات سرنوشت‌ساز کشورمان است. با کشته شدن او بود که جنبش انقلابی مردم ایران آغاز شد. به دنبال مرگ دلخراش مهسا امینی، زنان ایران متحد و یک پارچه به پا خواستند و در صف مقدم مبارزه علیه رژیم اسلامی قرار گرفتند و مردان نیز به تدریج به آنان پیوستند. این نقاشی زنی را نشان می‌دهد سوار بر اسب با پرچم زن زندگی آزادی. این یکی از زیباترین و گویاترین تصاویر از نقش پررنگ زنان در این مبارزه بوده است. زنان و دختران دلاور ایرانی به صورت پیشتازان جنبشی در آمدند که بیش از 2 ماه است به صورت انقلاب مردمی سراسر کشورمان را فرا گرفته. آنان در میان آتش خون قد علم کردند و از پای نمی نشینند. این کاریکاتور را مانا نیستانه کشیده است و می بینیم که در یک نمایشگاه نقاشی بازی کنندگان به چیزی چشم دوختند که تابلو نیست بلکه پنجره ایست رو به بیرون که می توان از آن طریق سرکوب معترضان خیابانی را توسط نیروهای امنیتی تماشا کرد. یکی از کارهای نمادینی که زنان ایرانی به نشانه مخالفتشان با جمهوری اسلامی انجام می دهند چیدن قسمتی از موی سرشان است و در این تصویر می‌بینیم که آنان با این کار رهبر حکومت‌ها در زیر دریای از موی سر فرو بردند. در این تصویر دستکاری شده که اثر فناناپذیر لئوناردو داوینچی است، می‌بینیم که مونالیزا نیز برای نشان دادن پشتیبانی خود از زنان ایران قیچی را برداشته و قسمتی از مویش را می‌چیند. و باز تصویر دیگری را می‌بینیم از مونالیزا که ظاهراً خواسته است که بیش از حد معمول پشتیبانی خود را نشان بدهد. لئوناردو داوینچی در بین سال‌های 1452 و 1519 زندگی می‌کرد. و یکی دیگر از کارهایی که اخیراً توسط زنان و مردان جوان در ایران رایج شده، پرتاب عمامه از سر آخوندهایی است که جرأت می‌کنند به خیابان‌ها بیایند. یکی می گفت بهتر است عمامه آنها در سطح زباله انداخته شود تا وقتی دولا می شوند که آن را بردارند، بلکه دریابند وضعیت کودکان زباله‌گرد را که می کوشند لقمه نانی در آنجاها پیدا کنند. این تصویر نشان می دهد زنان و مردان کشورمان را که در یک صف ایستادند و دست یکدیگر را گرفتند. قد مسلم آنان با اتحاد و یک پارچگی خواهند توانست به پیروزی برسند و آزادی و حقوق خود را به دست آورند. در این 2 تصویر می توان تفاوت بین قرون وسطا و قرن 21 را ملاحظه کرد. در بالا زنانی که در چادر سیاه به متن رهبران خود می پردازند و در پایین زنان روشنفکری که برای کسب آزادی به پا خواستند و مبارزه می کنند. آنچه که مردم ما می‌خواهند و می‌گویند این است که ما از هزاران سال پیش به این سو همیشه ایران بودیم و نمی‌خواهیم که جمهوری اسلامی باشیم و می‌بینیم دستی را که با قیچی دارد این وصله را از پیکر ایران جدا می‌کند. و ما از خبرهای مربوط به جنبش انقلابی که بگذاریم به خبری می‌رسیم که هفته پیش توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. این خبر مربوط به درگذشت یک مرد ایرانی بود به نام مهران کریمی ناصری که 18 سال از عمرش را در سالن فرودگاه شارل دو گل در پاریس زندگی کرد و در همانجا هم به علت حمله قلبی جان سپرد. مهران کریمی ناصری 1945-2022 77 سال. از فردا یکشنبه 20 ماه نوامبر مسابقات فوتبال جام جهانی در قطر گشایش می‌یابد. گفتن است که 2 روز قبل از گشایش بازی‌ها قطر فروش آبجو در استادیوم را ممنوع کرد. بادوایزر که از پشتیبانان عمده مالی جام جهانی است، 75 میلیون دلار از این بابت پول پرداخت کرده بود و چه بسا که از فیفا و قطر شکایت کند. صحبت از آبجو شد.
این نقشه جغرافیایی نشان می‌دهد که مردم مناطق مختلف جهان بیشتر به کدام مشروب علاقه‌مندند و می‌خورند. روسیه ودکا، اروپا شراب، کانادا و استرالیا آبجو، ایالات متحده بوربون، آمریکای جنوبی رام. مردم آفریقا آهی ندارند که با ناله سودا کنند. مشروب پیشکش. تابلویی که می‌بینید در برخی از مناطق مسکونی شهر نصب شده. روی تابلو خطاب رانندگان بی احتیاط چنین آمده است: آنچنان رانندگی کن که انگار کودکان خودت در اینجا زندگی می‌کنند. و این هم حسن ختام این سلاید شو. می‌دانیم که هر کس به یک جفت از جنس مخالف نیاز دارد، حتی پری دریایی یا مرمید. اما ظاهراً او نیز جفت خود را پیدا کرده است. جفت پری دریایی پرویز دریایی نامگذاری شده است. متشکرم از توجهتان به این سلاید شو.